گرم به شما هم سرزمینان ارجمندم. دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی روشنگری رو پی میگیریم با خانم دکتر رشیدیان و خانم بهیله فرش. به محض اینکه این برنامه رو شروع کردیم احساس کردم که اول باید خانم دکتر رشیدیان رو معرفی بکنم و خانم دکتر سفیده فرش. بذارید چند تا دلیل داره. یکم اینه که خیلی وفاداری نشون دادن نسبت به این برنامه. با آدم های با وفار زندگیمون خیلی دوست میداریم خود به خود. یعنی تلویزیون پارس هم واقعا شما رو خیلی دوست داره. خیلی خوش آمدید خانم دکتر. خانم دکتر رشیدیان یه خوش آمد به مردم بگید تا من بتونم گفتاری خانم شروع. صدای لحظه قطع شد. معذرت میخوام. با درود فراوان خدمت همه عزیزان از هر کجایی که هستن و لطف میکنن یک ساعتشون رو به ما میدن و به جمع ما میبندن. فراوان به خدمت شما جناب آقای دکتر فروغی که مثل همیشه لطف میکنید و منو به این برنامه دعوت میکنید. از اعتمادتون، از این همه محبتی که من سپاس میذارم. خدمت دکتر سفیده فر که هرچی که بیشتر با شما آشنا میشم میبینم که چقدر انسان واقعا دیدیکیتدی هستید به این فیلد و چقدر از صمیم قلب واقعا کارتون رو دوست دارید، احترام میذارید و برای مردم چقدر ارزش قائل هستید و چقدر دنبال این هستین که هرچی که میتونید واقعا اینجا ارائه بدید و همچنین از کارگردان فنی برنامه‌مون جناب آقای شهرتی که همیشه لطف میکنن و این برنامه رو طوری دارن تنظیم میکنن که ما به راحتی بتونیم اینجا باشیم و از تلویزیون پارس که این فرصت رو به ما میده که ما بتونیم یک به یک فرمی بتونیم کمک کوچیکی بکنیم به هموطنان عزیز. سپاسگزارم از همتون. خیلی خیلی ممنون. خیلی خیلی لطف کردید خانم دکتر سپیده فر. بفرمایید عزیز من. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت تمام بیننده های عزیزمون. خیلی خوشحالم که یه فرصتی فراهم شده که بتونم در خدمتشون باشم حتی زمانی که ایران نیستم و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر فروغی و خانم دکتر رشیدیان. خیلی خیلی متشکرم از صحبت هاتون. شما همیشه به من خیلی خیلی لطف دارین و بزرگوارین و باعث افتخار هست که میتونم در کنار اساتیدشان شما باشم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شهرتی و تمام مسئولین تلویزیون پارس و خیلی سپاسگزارم از فرصتی که مهیا شده. خب همینجور که میدونید مهندسی برنامه ما رو آقای امیر شهرتی به عهده داره و این برنامه بازم همینجوری که میبینید یک سازمانی به اسم تلویزیون پارس اون امکانات اینترنشنال رو نمیدونم وایس آف امریکا یا اینا رو که نداره. ما نشستیم اینجا و این افرادی که اینجا کار میکنن واقعا یه حق خیلی بزرگی دارن به گردن ما که در عین حال داریم خودمون معرفی میکنیم اینجا و درسته که خدماتی که داریم انجام میدیم قسمت ایژوکیشنالش قسمت آموزشیش شاید بتونه به درد مردم بخوره، ولی در هر حال سپاسگزارم واقعا از آقای امیر شهرتی همچنان که از شما سپاسگزاری کردم. خوب من برمیگردم. این یک قسمت شروع. خیلی وقت بود که اینگونه صحبت نکرده بودیم در باره جمع کل این برنامه، ولی امروز به شما عرض بکنم به دلایل مختلف این گفتار چند لحظه‌ای یا چند دقیقه‌ای من یه زیربنای دیگری داره. زیربنای قضیه فقط و فقط ماشین کشتار در کشتار انسان در نه تنها در سرزمین من، در تمام جای دنیا
ببینیم ما به طور کلی با چه مشکلاتی روبرو هستیم. یکم این که هفته پیش این جریانی که برای معدنچی های ایران اتفاق افتاده بود واقعا فکر من به کلی مشغول کرده بود و من متاسف بودم از این که دولت ما نیامد و لااقل یک دقیقه سکوت برای اینا قائل بشه از لحاظ ملی، از لحاظ مردم. ولی در عوض برای خارجی ها به هر عنوانی و به هر دلیلی 5 روز عزای ملی اعلان کردن. ملی که چرت و پرت، عزای امتیه. مردم اونقدر متاثر نبودن از این موضوع که بخوان 5 روز بخوان عزاداری بکنن. در هر حال اون البته به من مربوط نیست، دولت فخیمه است و هرجور که دلش میخواد انجام میده. ولی میخواییم ببینیم که به طور کلی نسبت به خانواده های اینا، علت که مطرح میکنم اینه که یادآوری بشه اقلا برای خانواده های اینا یک کاری انجام بشه. اینا تنها نون خور خانواده فقط و فقط زن نیست، بچه ها هستن، پدر رفته، بچه ای و همون جوری که اشاره کرده شد بارها بهش، بچه هایی که تو کنکور درجات بالایی داشتن اونجا رفتن کارگری بکنن، شرفشون آوردن توی کار، نرفتن شغلی رو انتخاب بکنن که بزنن تو سر مردم. اگه این کار میکردن خیلی وضعشون از لحاظ مادی بهتر بود، لااقل نون پنیر بهشون میدادن. من فکر میکنم اینا برای نون خالی رفته بودن اونجا. شرماوره، شرماور. به هر جهت این اون چیزی بود که اتفاق افتاد. و خیلی این همین قضیه است به کولبران، اینایی که میرن از اون طرف مرز چیزایی رو کول میکنن میارن. خب میخوای بگیرید اینا رو، بگیرید، چرا با گلوله میزنید اینا رو؟ چقدر این جوون آباد کشته بشن اونجا؟ چرا میگم جوون؟ به دلیل اینکه جز جوون کسی نمیتونه تو از اون کوهپایه ها با اون بار بتونه بگذره، امکان پذیر نیست. رحم و مروت داشته باشید، انصاف خوب چیزیه. آدم خوب صحبت شرف نمی کنه چون به یه چیزهای دیگه برخورد میکنه. همینجوری این جوونه رو میزنی میکشی، دلت نمیسوزه؟ یه پسر 18 ساله، 16 ساله، 20 ساله، 30 ساله این خون از بدن این فوران میکنه موقعی که گلوله میخوره. در اتاق من یکی گلوله زد به خودش و من دیدم چجوری خون پرت میشه. میخوام اینه بهتون بگم که در جهانی که ما زندگی میکنیم اگه واقعا یک ذره رحم و مروت در دل ما نباشه، دنیا دنیای بسیار وحشت‌انگیز و بدی خواهد شد. بنابراین وقتی که دارم میگم آدم کشی منحصر به این نیست، چقدر زن کشی شده توی همین هفته‌ای که گذشته. بخونید آقایونی که دارید این برنامه رو ضبط میکنید که برید خبر بدید، جون مادرتون بگید. خیلی خیلی مهمه که شما یه فکری به حال این مردم بکنید. فقط و فقط مسئله موشک پرانی که نیست که، ما انسان داریم اونجا، در انسانهای ما چجوری زندگی میکنم. خیلی خیلی صحبت هست. مثلا دفعه پیش بذاری یاد امیدهایی رو که ملت دارم میدن. ببینید یک کاری رو که جمهوری اسلامی کرد که من اون یک کارش من با سپاسگزاری بکنم. این جمهوری از این 40 سال اخیر به جای اینه که ما همه به حالت امت در اومده بودیم، کاری کرد که امت تبدیل به ملت شد و تبدیل شد به افراد میهن پرست. یکیش خود من، میهن پرست شدیم. ما ول کرده بودیم کشورمونه، رها کرده بودیم، الان میپرستیمش، اون خاک رو.
اون هوا رو، اون آب رو اگه باقی مونده باشه. و میهن پرستی ما هدیه ایست که رفتار جمهوری اسلامی داده به اکثریت ملت ایران. مرسی. ولا به همون نماز و روزه اکتفا میکردیم و همینی که آقای فلانی سینه بزنه و ما بریم تو دسته سینه کافی بود. دیگه نمی کنیم این کاره. خب بجز اینا چه چیز مهمی بود؟ سخن نوت‌های مختلف شاهزاده بود در رسانه‌های مختلف. روزی نبود که دو تا جوسته جا همینجور این مسائل مطالبی که اونجا بود پخش میشد و چقدر منطقی یک کلمه توش پوش و بد و بیرا و اینجوری میکنیم اینجور میکشیم و اینجور بلا همه از خوبت سر اینه که صلح 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 و واقعا مردم ایران مردم صلح دوستی هستن. امروز توی تلویزیون اینترنشنال نگاه میکردم دیدم CIA گزارش کرده که ما جاسوس استخدام میکنیم از ایران اگر علاقه من باشه. یعنی در واقع میخواست بگه که اونایی که خبر میدن از این داده هست شاید بتونیم یه فقط یه حق و زمانه یا به اونها بدیم. نمیدونم ولی این درسته یا نه. در هر حال خوب برگردیم به مسئله امروز قراره راجبش شماها صحبت بکنید بیشتر. خانم دکتر رشیدیان بفرمایید ببینیم که مسئله اوبسسیو کامپالسیو دیسوردر. بله. این رو شما به زبان فقط و فقط زبان مردم توی خیال این گروهی که انقدر به اصطلاح حالتهای عجیب و غریب وسواسی دارن میخوام اینا رو مطرح بفرمایید تا اینکه بریم سر مطلب دیگر. این موضوع خیلی مهمیه، موضوع مهمی شد همه وقتمون نبگیره در حالی که خیلی دلم میخواد که هفته دیگه موضوع مطالب مربوط به اصطلاح روانشناسی جنسی در اینجا راجبه صحبت بشه در هفته آینده، ولی این هفته رو کوشش بکنیم تموم بشه واقعیتش. بفرمایید. خواهش میکنم. اول از همه بگم که بسیار متاسفم از اتفاقاتی که میفته. یعنی واقعا وقتی که من اخبار رو گوش میدم یا خبری به من میرسه اصلا آدم قلب درد میگیره از اینکه به کجا خط شدیم، چطور هدف فقط اینه که کی کیو بزنه، کی کیو اول بزنه. تنها چیزی که اینجا مطرح نیست و فرقی هم نمی کنه همطور که شما به درستی گفتید مال کدوم گوشه دنیا باشه، این همه کودک بیگناه، این همه نوجوان بیگناه واقعا زندگیشون از بین میره، اونایی که خانواده هاشون از دست میدن بی سرپرست میشن. و ما اگر نگاه بکنیم برای 10 سال آینده 20 سال آینده ما یک مشت انسانی که واقعا تروماتایز هستن داریم به دنیا تحویل میدیم و این فاجعه به این سادگی، این تروماها به این سادگی از بین اثرش از بین نمیره و ما در آینده خیلی خیلی احتیاج به کمک داریم که بتونیم که به بازماندگان این فاجعه بتونیم کمک بکنیم که زندگی یه نزدیک به نرمالی حداقل بتونن داشته باشن. یعنی ما داریم آینده نسل بشر رو این وسط داریم از بین میبریم، نه اینکه کی و کجا چطوری داره برنده میشه یا بازنده میشه. الان اونقدر صدمه شو که ما میبینیم بله انسانها جانشون رو از دست میدن، یه اون بازماندگان هم هستن که آینده اونا چطور میشه و به کجا ختم میشه، چی کار باید کرد برای اونا، اونا سوال بحث جدای خودشو داره و ما الان داریم میبینیم که تراما چطوری داره خودشو بین مردم نشون میده و نتیجهش در آینده به چه فرمی خواهد بود. بنابراین احتمال این که ما حتی جنایتکار بیشتری داشته باشیم و حس انتقام جویی اینا ما داریم اون الان میبینیم که چطور داره ساخته میشه و از این بابت بسیار متاسفم. و
برگردیم به صحبتمون در مورد Obsessive Compulsive Personality Disorder. همونطور که در هفته‌های قبل صحبت کردیم، اصلا تعریف Personality Disorder شامل یک سری خصوصیات هستش، رفتارهایی هستش که انسان یک شخص میاد یه پترنی نشون میده که پترن رفتاری هست که ما می‌دونیم که رفتار بر اساس باورهاست، بر اساس درک هستش و روی کاگنیشن انسان تأثیر زیادی داره. و همونطور که تعریف پرسونالیتی دیسوردر در کتاب DSM میگه، اینا خیلی وابستگی زیادی داره به محیطی که شخص درش بزرگ میشه و وابستگی در نتیجه داره به اون رسم و رسوم اجتماعی که یک شخص در اون بزرگ میشه. و این اجتماع میتونه از مسلماً از اجتماع خانوادگی باشه که بعد به اجتماعهای بزرگتر هم ختم میشه. و چیزی که ما در مورد obsession میدونیم اینه که، و من خودم در کار خودم زیاد دارم، حتی در موارد سکشوالیتی هم من اینو زیاد میبینم، یعنی این obsession و compulsion خودش یک جا نشون نمیده. فقط این نیست که بگیم که میگن یه چیزی باید اوردرش به این فرم باشه یا به اون فرم باشه، بلکه یک روش زندگیه و این روش زندگی بسیار بسیار میتونه خانمانسوز باشه. اول برای شخصی که دچار این مشکل هست که باید همه چیز در زندگی به یک فرم خاصی انجام بشه، حتی مثلا فرض کنید از خیلی بیسیکش که ما نگاه بکنیم، کشویی که مثلا توی آشپزخونه قاشق چنگالا توش هست، چطور باید این قاشق چنگالا چیده بشه، و اگر غیر از اون باشه قوقا، یعنی به مفهوم مطلق دعوا مرافعه در خونه را میفته. و یا اینکه چطور انسان‌های دیگه که در این زندگی شریک هستن چطور باید رفتار بکنن، همه باید به یه فرم خاصی باشن که اون شخصی که دچار این مسئله هست احساس آرامش بکنه. پس می‌بینیم که کسی که دچار این اختلال شخصیتی هست در حقیقت از اضطراب فراوان داره رنج می‌بره، از ترس فراوان داره رنج میبره، از احساس خجالت و گناه بسیار داره رنج میبره. و اینا همش برمیگرده به تراماهایی که یک شخص پرویسیف تراما، تراماهایی که از دوران کودکی شروع شده و ما امروزه بهش میگیم اسمال تی تراما، یعنی تراماهای پرویسیف، تراماهایی که به نظر نمیاد در طی بزرگ شدن اینا اصلا تراما هستن، ولی در واقع یک شخص میتونه هر روز با چند نوع ترامای کوچیکی که به نظر نمیاد تراماست، مثلا یک تشر از پدر، یک تشر از مادر، یک نمیدونم قهر کردن با یک خشم، یک اخ و خیلی مسئله های دیگه، اینا میتونه برای یک بچه تراماتایز، تراما به وجود بیاره. و این چون که یک شخص، یک کودک داره با اون تراماها هر روز زندگی میکنه، پس یاد میگیره که برای خودش دیفنس هایی درست بکنه که با اون دیفنس ها باید زندگی بکنه که بتونه احساس امنیت بکنه، بتونه خودشو با پدر و مادر نزدیک بدونه. و یکی از این کارهایی که میکنن، میرن توی عالم این که پرفکشنیست میشن. پرفکشنیست یعنی چی؟ اینجا به این مفهومه که همه چیز باید یک اوردر خاص داشته باشه، همه چی باید به یه فرم خاص باشه. من اینو در کار تراپی میبینم که میان و شکایت میکنن که مثلا شوهر من یا خانم من یا مادر من یا پدرم یا دوستم یا همکارم هیچ وقت مراعات حال منو نمیکنه، همه چیز به هم ریخته است، همه چیز به اون فرمی که باید باشه نباشه. خب و این به نظر خود اینا ریفلکشنی که روی اینا داره یک ریفلکشن منفی هستش و در حقیقت جایگاه اینا یک جایگاه امنی نیستش برای خودشون و نظریاتی که میشنفن در این مورد براشون خیلی دردناک هست. من کاپل هایی دارم که میان، یکیشون مثلا میگه که انگار همسر من مبصر منه،
من هر کاری که میکنم انگار که باید تنبیه بشم برای اینکه به اون فرمی نیستش که همسر من میخواد. من این جمله که خانم من یا شوهر من مبصر منه اینقدر شنیدم در کار تراپی، و وقتی که نگاه میکنی به اون شخصی که واقعا تقاضای پرفکت بودن رو در زندگی داره، میبینیم که این شخص بدون این که خودش بدونه چقدر با ترامای زیاد در زندگیش بزرگ شده. و وقتی که میگیم تراما، منظور ما نیست که از خانواده های مثلا سوشیو اکانومیکلی کم بودن یا مثلا از جاهای فقیر نشین بودن یا سوادی نبوده، یا اتفاقا ما خیلی وقتا در جامعه هایی که جامعه ای که میبینیم که تحصیل هست، ثروت هست، همینا هست، اونجا ما OCD خیلی 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 شاید بیشتر هم میبینیم. برای اینکه این دفعه کسی که در اون رده هست میخوان در اون سطح پرفکت بمونن، بنابراین اینو دو دستی به بچه ها تقدیم میکنن و یادشون میدن. و میبینیم که در این افراد حس کنترل بسیار بسیار زیاده، میبینیم که هیچ گونه انعطاف پذیری در اینا نیست، یا اگرم که هست بسیار بسیار کم هست، و اطرافیان واقعا زجر میکشن وقتی که با یک نفر زندگی میکنن که دچار این نوع اختلال شخصیتی هست. و خب ولی خب خوشبختانه درمانش هست، منتها درمانش اولی که باید طرف قانع بشه که یه چیزی داره. بله، یه موقع دیگه بسیار ببین، حالا پای صحبت اومد، شما که تو کار واقعا این تخصص جالب ارتباطات جسمانی رو دارید، این خیلی خیلی نکته مهمیه، چون یک بخش روانه و یک بخش جسمه، و این جسم اثراتی که میذاره. حالا میرسیم به اونجاها. ببین، حالا میخوام ببینم که اینا راجع به بوسیدن قانون ندارن، یا مثلا راجع به نوع ارتباطات جنسی. حالا این هفته آینده میخواید ما این شخصیته، یعنی در واقع اینی که الان گفتم برای این بود که فراموش هم نشه که هر کدوم از این شخصیت ها در ارتباط اون مشکلی که قراره که هفته آینده صحبت بکنیم، با طبقه بندی های اینا رو ما بتونیم روشن بکنیم که کلی از طلاق ها شاید میتونه در ارتباط با بعضی از این مسائل باشه که اصلا شاید حلش خیلی خیلی راحت باشه توی دفتر کارشون. من فقط این نکته رو اضافه کنم، اینه که خیلی از مواقع وقتی که یک زوج میاد پیش من و راجع به مسئله رابطه جنسی نامرتب و یا برحال رابطه‌ای که دارن ازش راضی نیستن، ما یک اختلال شخصیتی میبینیم در یکی از طرف مقابل. یعنی شک نکنید که این اختلال شخصیتی ها خودشونو در همه جا نشون میدن، و یک قسمت اعظمش در مورد مشکلات جنسی هست. و خوشحال هستم که ما از هفته آینده این بحث رو شروع میکنیم. بسیار خوب. خب خانم دکتر سبیله عزیز، بگو ببینید که چی باقی مون از مسئله وسواس های فکری و عملی اونجوری که توی ایران از لحاظ شخصیتی ترجمه شده بود یه موقعی، حالا نمیدونم چه جوری باشه. بفرمایید جانم. بله، خانم دکتر خیلی کامل و جامع گفتم. من فقط یک چند تا چیز رو در کنارش برای بینندگان عزیزمون میگم که شفاف سازی بشه. قبل از هر چیزی اگر اجازه بفرمایید، من یک چیزی رو اینجا شفاف کنم برای بیننده‌های عزیزمون که ما در واقع دو نوع اختلال داریم. یک موقع هست ما میگیم راجع به اختلال وسواسی جبرانی صحبت میکنیم یا OCD، یک موقع هست ما داریم راجع به اختلال شخصیتی وسواس صحبت میکنیم، یعنی OCPD. این دوتا با همدیگه فرق دارن، و در واقع وقتی که صحبت از اختلال فرق دارن. بله بله بفرمایید.
در چند زمینه اینها با هم فرق دارن. اولا که وقتی صحبت از همونطور که گفتیم وقتی صحبت از اختلالات شخصیتی میکنیم همیشه داریم راجع به این صحبت میکنیم که معمولا علائم از سنین کم نوجوانی شروع میشه، ولی خود OCD لزوما لازم نیست که یک بازه طولانی باشه. معمولا کسی که اختلال شخصیتی داره سالها داره با اون علائمش رو داره، ولی فرقای مهمتر این وسط هستش. ببینید مثلا کسی که OCD یا در واقع اختلال وسواس داره، این فرد معمولا خودش میدونه که این فکرهایی که داره مدام به سرش میزنه شدیده و منطقی هم نیست. این نگرش رو بهش داره ولی نمیتونه کنترلش کنه. مثلا مدام فکر میکنه که اوکی من باید مثلا اگر که بخوام فلان کار بکنم پشتش فلان حرکت رو انجام بدم، یعنی یه فکری میکنه پشتش حتما باید یه کاری رو انجام بده. البته تایپ های زیر مجموعه متفاوتی داره هستن، واقعا تایپ هایی که حالا لزومن کاری هم پشتش طرف انجام نمیده، ولی باید یه پاسخی به دنبال اون فکر استرابی انجام بده تا از اون فکر رهایی پیدا کنه و در واقع یک استراب خیلی شدیدی پشت این قضیه است. وقتی که ولی صحبت از اختلال شخصیت وسواسی میکنیم داریم راجع به یک انسانی صحبت میکنیم که سالهاست یک الگوی رفتاری داره که در واقع همونطور که شما و خانم دکتر اشاره کردین مجموعه ای از رفتارهای قانونگذاری و ترتیبگذاری برای چیزها، ایدئالگرایی و تمایل زیاد به کنترل دیگران و شرایط اطرافش رو داره. پس یعنی و اصلا هم نگرش و بینشی نسبت به مشکلش نداره و اصلا قبول نداره که اینها در واقع نرمال نیست. پس یعنی کاملا دو تا چیز کاملا متفاوت هستن که در واقع ما الان توی برنامه امروزمون داریم راجع به اختلال شخصیت وسواسی صحبت می‌کنیم. یک چند تا چیزی که من حالا شاید یه ذره بخوایم بازترش کنیم برای بینندگان عزیز. خانم دکتر خیلی قشنگ راجع به روابط بین حالا فردی که افراد در واقع با همسرشون دارن خیلی خیلی قشنگ صحبت کردن. خواستم فقط اضافه کنم که در واقع در محیط کارم ممکنه این رو ببینن. مثلا فرض کنید که همکار خودشون رو مجبور اگه بخوان یه کاری انجام بدن با همکار خودشون، اون همکار واقعا اذیت میشه چون اصرار میکنن که الا و بلا تو این کار رو باید با روشی که من انجام میگم انجام بدی، با ترتیبی که من میگم انجام بدی، صرف نظر از اینکه شاید نظر همکارش واقعا درست باشه و مشکلی نداشته باشه، یا اگر از کاراشون خیلی عقبن و باید به یه تاریخی کارشون رو کامل برسونن حاضر نیستن که کمک بگیرن از بقیه، از همکارشون، به خاطر اینکه معتقدن که نمیتونه همکارشون اون کار رو کامل انجام بده. یعنی واقعا شرایط سخت میکنن برای هم توی محیط کار. همینطور برای بچه هاشون هم دوباره همین الگوی قانون و ترتیب و اینا رو میذارن. مثلا بچه سه چرخه داره میخواد با سه چرخش راه بره، اصرار میکنه که تو باید از روی خط صاف راه بری، یا با بچهش میره تمرین بیسبال کنه، یه بازی بیسبالی میخوان بکنن که تفریح باشه، این بازی رو انقدر به قوانینش رو جدی میگیره و انقدر سفت و سخت میگیره اصلا از تفریح خارج میشه و بیشتر به یک کلاس آموزشی خیلی سخت تبدیل میشه. علاوه بر اینها یک سری خصوصیات دیگه‌ای که توی این افراد میبینیم خیلی تمایل دارن به اینکه چیزاشون رو دور نریزن. مثلا یهو میبینی خونه طرف پر از وسیله شده، یه عالمه مجله رو هم کرده باشه، چرا این همه نگه داشتی؟ شاید یه روزی به درد بخوره. یا مثلا اینا اصلا حاضر نیستن برای خودشون، برای دیگران در جایی که لازمه پول خرج کنن و عقیدهشون اینه که باید پول جمع کرد شاید یه روزی نیاز بشه، و معمولا میبینیم که سطح زندگی اینا نسبت به سطح درآمدیشون معمولا پایین‌تره، به خاطر اینکه مدام احساس می‌کنن نیاز دارن که پول ذخیره کنن. مطلب دیگه‌ای که شاید بد نباشه بهش اشاره کنیم این هست که اینا آدمای معمولا خیلی خشک و جدی هستن، خیلی تو بیان احساساتشون رو بیان نمی‌کنن، کسی کنارشون خیلی بخواد احساسات حتی بیان کنه راحت نیستن. و یه مثال یادمه که همیشه عمرم میکرد، میگه طرف با هم دیگه با خانواده میرن استقبال یکی فرودگاه، همه خوشحال هیجان زده خوش آمد میگن، مثلا اون فرد خوشگ و جدی خیلی رسمی وایساده و اون واکنش رو نمیده. یعنی در واقع واقعا براشون سخت هست که این کار بکنن و معمولا هم دیگران رو نمیتونن درک کنن، زاویه نگاه دیگران رو نمیتونن بفهمن و خیلی هم کم پیش میاد که بخوان از دیگران تعریف کنن. و در واقع ما میبینیم تمام اینا نشون میده که اینا یک مجموعه ای از اینکه دوستان شرایط رو تحت کنترل داشته باشن، دیگران به روش اونا عمل کنن تحت کنترل باشن، همه چیز ایدئال انجام بشه و همه چیز طبق قانون و مقررات خاصی انجام بشه. خب فکر نمی کنید که وقتی همین حالت که دارید میگید که
جمع بکنند یا این حالتی که روی یک نکته خیلی خیلی توجه بکنند. وقتی ما یک حالتی داشته باشیم که مثلا جنبه مذهبی داشته باشیم، چقدر میتونه این مسئله احساس گناه به وجود بیاره؟ به دلیلی که ما حرکت که میکنیم فکر میکنیم که یک کاریشه اونجوری که باید مثلا اخلاقیات در نظر نگرفتیم، حالا که خیال مردم خیلی خیلی راحت تر شده. ولی به طور کلی به نظر اگه دوست دارید میخواید اضافه بکنید بهش بکنید. و مسئله اینه که اصولا چقدر همکاری کردن، زندگی کردن با یه همچین آدمی از لحاظ خانوادگی تعریف بکنید که چگونه یه همچین مردی یا همچین زنی میتونه با یه همچین عجوبه‌ای میتونه صحبت. یعنی همه ما همه جوری که به درستی اشاره کردید، خب یه مقداری به صورت طبیعی ما همه آلت ها رو داریم، منطقه خیلی شدید نیست. وقتی که برچسب بیماری میاد روش که بیماری شخصیتیه، اون موقع هست که مشکل میشه. شما میخوایی بگی که چگونه میتونه بگذره این جریان برای افراد توی محیط خانواده، توی محیط کار، توی این آدمایی که همکاری میخوان بکنن میرن یه جایی، توی اینی که شما میری میخوایی سوپروایزر داری، بالاخره همه ما که نمیتونیم رئیس بشیم که، و چه گرفتاری داری. و موضوع روابط مخصوصا توی زندگی زناشویی، میخوایید بریم سر یه چیزی دیگه یا همین هست که بخواید راجبش صحبت بکنیم؟ راجب این موضوع دارید بازم خانم؟ بله، بله، این بسیار مسئله مهمیه. همونجور که خانم دکتر سپیده اینا رو خیلی قشنگ از همدیگه جدا کردن، ولی خب تمرکز من روی به اصطلاح ناهنجاری شخصیتی بود. اون رو شخصیتش بود سخت میشه زندگی کرد. میدونید اولا که واقعا خدا رحم کنه به اون گروه استفی که سوپروایزرشون یک همچین اختلال شخصیتی داشته باشه. یعنی واقعا من شاهد بودم از نزدیک که چطور چندین نفری در جاهای مختلف در صرفای مختلف دیدم که به خاطر این همچین سوپروایزری اصلا کارشون رو ول کردن و رفتن دنبال یک کار دیگه. حتی باعث شده بود که چند نفر حتی کریر خودشون رو کمپلیتلی ببرن یه جهت دیگه، به خاطر ترس از اینکه گرفتار یک سوپروایزر یا یک رئیسی بشن که دوچار به اصطلاح این ناهنجاری شخصیتی هستش. و مسیرهای زندگی حتی میتونه عوض بشه. مریض‌هایی رو دیدم که به طلاق خط شده، روابط‌های خانوادگی رو دیدم که پدر و مادرها و فرزندان از هم دیگه اصلا جدا شدن، اختلافات خیلی خیلی شدید خانوادگی. و بعد جمع دوستان این وسط خیلی تحت شعاع قرار میگیره. مثلا اگر یه مهمانی باشه میشنن با همدیگه مشورت میکنن، میگن فلانی رو دعوت بکنیم یا فقط خانمش رو دعوت کنیم یا فقط شوهرش رو دعوت بکنیم. چون وقتی که اون شخص وارد اون جمع میشه، همه رو به قول معروف میخواد تحت کنترل خودش قرار بده. بحثی اگر که میشه فقط خودش میخواد حرف بزنه، فقط نظر خودش درسته، بقیه رو حتی توهین میتونه بکنه، حتی میتونه کاملا بقیه رو رد میکنه و انتظار داره که هم از همه تاییدیه مطلق بگیره. و در محیط خانواده بچه ها چقدر تحت تاثیر این مسئله قرار میگیرن؟ ترس زیادی بین بچه ها هست از اینکه مبادا از اون خط مطلق خارج بشن، یا به قول بعضی ها که میگن از خط قرمز خارج شده. و چه تنبیهاتی ما میبینیم که برای بچه ها فراهم میشه و انتظار دارن که بچه مثلا یه بچه حتی 3 ساله بدونه که مادر OCD دارش که چجوری باید باهاش رفتار بکنه. صدمه های روانی اینجا به بچه ها خیلی وارد میشه، صدمات زناشویی خیلی پیدا میشه، صدمات رابطه جنسی خیلی پیدا میشه. به عنوان مثال من فقط اینجا یک اشاره کوتاهی میکنم، معمولا اگر که خانم ها
یا آقایون اینجا مسئله OCD داشته باشن، اگر که خانم OCD داشته باشه، ما عکس العمل کوورت یعنی پنهانو در آقایون میبینیم به فرم پری ماتور ایجاکولیشن، برای اینکه اون تنها جایی که این دفعه مرد احساس میکنه که میتونه کنترل اون قسمت رو داشته باشه و در نتیجه اون حالت بهش دست میده. اگر که خانم بذاریم خانم با اجازت بله برای دقیق داریم میریم تو یه مسئله درمانی این قضیه خیلی هم جالبه، خیلی هم جالبه، بس خیلی طولانیه، یه اشانتیون دادید. بله بله میفرمودید. حالا ببینید جانم، حالا تنها چیزی که من فکر میکنم که شاید جای گفتن داشته باشه از صحبتهای شما استنباط میکنم اینه که مثلا اگه بیمار وسواسی روی شستشوی بدن یا روی کلیننس، این چیزهایی که نظافت اتفاق بیفته، باور بکنیم آدمایی هستن. شما احتمالا ممکنه دیده باشید خانم دکتر رشیدیان، زنهایی هستن که مجروح شدن بر کسی که خودشون شستن، ممکنه اومده باشن به شما گفته باشن که من یه همچین گرفتاری رو دارم، یعنی هر کاری میکنم پاک نمیشه، در حالی که یه واقعیت این موضوع که این تفکر بیمارگونه در اون حد که خانم دکتر سپیده راجبش صحبت کرده بودن میره توی اون مرحله، یعنی در واقع ما رو زمانی که ما، حالا بذارید بریم توی داینامیسم قضیه، زمانی که ما مسئله OCD، مسئله به اصطلاح حالتهای استرابی در ارتباط با انجام کار رو به گونه باشیم، حتی میتونه تبدیل به روان پریشی بشه. یعنی ما با این که میبینیم که بابا یه جسمی صابون خورده خیلی هم تمیزه، همه دنیا هم بیان اونجا گواهی میکنن که تمیزه، ولی طرف قبول نمیکنه. یعنی چه؟ یعنی واقعیت رو اونجوری که با چشم میبینه حاضر نیست قبول بکنه. بنابراین ما یادمون باشه که این رشته سر دراز دارد، یعنی شما وقتی که فکر بکنید تمام جلوه های زندگی و همه جنبه های زندگی وقتی از صورت مبالغه راجع به انجام اون کار بشه یه گرفتاری دیگری و ممکنه حتی دیاگنوز دیگری داشته باشه. به عنوان مثال فرض بکنید مادری که از صبح تا شب نشسته و قرمون صدقه بچهش میده، فکر میکنه که نیاز داره به اینکه این کار بکنه، والا من اصلا فکر میکنم که راجب بچه‌ام عشق نشون ندادم، میره داینامیست به قضیه میره توی یه چیز دیگری که اگه بخوام صحبت اونه بکنم میریم باز دوباره و این بحث خانم دکتر رشیدیان که میره وارد یه مرحله دیگه‌ای که باید در یه جلسات دیگری بتونیم اونا رو با تو مطرح بکنیم. حالا میخواستم که از این شاید از این درود 15 دقیقه‌ای که شاید برامون وقت باقی مونده باشه ببینیم این افرادی هستن که اصولاً جامعه گریز هستن، حاضر نیستن با جامعه در ارتباط باشن، و یک چیزی که در مورد اینا خیلی 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 خوب بفرمایید، شما بفرمایید خانم دکتر رشیدیان، خود شما میگید اینا رو بفرمایید. خواهش میکنم. من فکر میکنم شما دارین راجع به avoidant personality دست. بله بله راجع به avoidant. بله. یعنی آدم هایی که به طور کلی دوست ندارن در جمع پیداشون بشه در حقیقت. بله. یه ایده مثلا صحبت میکنن میان میگن یعنی من خونه راحت ترم، من تو خونه خودم تو اتاق خودم با پنجره های بسته با درهای بسته با کامپیوترم با اونا رو بیشتر لذت میبرم. خب این در حقیقت یا با کتاب خوندن یا مثلا گوشه حیات باغبونی کردن
به هر حال یک کار تکی، یک کاری که کسی دیگه‌ای درش این وجود نداره، دوست دارن اونطوری زندگی بکنن. و بعد میبینیم که این شخص ها واقعا وارد یک مرحله منزوی میشن، که ولی با اون انزوا راحت هستن و زندگی کردن با این افراد واقعا سخته. و یکی از دلایلی که این کار میکنن، این شخص ها معمولا خودشونو احساس کافی بودن نمی کنن. یعنی یک حالت این ادکوسی درشون هست که فکر می کنن که این هیچ وقت نمی تونه از بین بره. یه مقدار کم خودبینی دارن اینا. یک مقدار بعضیشون حالت خجالت و شرم درشون هست، که اونا به خاطر همین مسئله تروماهای هستش که باهاش بزرگ شدن و مسائل فرهنگی حتی این وسط خیلی وجود داره. به عنوان مثال وقتی که میگن که فرهنگ اینجا بیشتر در جاهای ریموت ما اینا رو میبینیم که سابقه زندگی در جاهای ریموت، میگن که مثلا دختر سربزی رو آفتاب مهتاب ندیده. خب کسی که با این تروما بزرگ میشه در سنی هم که باید و میتونه فعالیت‌های اجتماعی داشته باشه، اینقدر در کاگنیشن این شخص این مسئله به اصطلاح تار و پود خودشو بافته که اصلا جدا شدن از اون دختر سر به زیر آفتاب مهتاب ندیده واقعا نمیتونه جدا بشه و اون نوع زندگی رو برای خودش یک زندگی به اصطلاح سالم میدونه. یعنی که این شخص بیاد درک بکنه که اون چیزی که بهش تحمیل شده در حقیقت چه نوع ابیوزی بوده که به این شخص دادن. و ما حتی اینجا هم ما این مسئله رو میبینیم. یعنی شما فکر میکنید در لس آنجلس همچی چیزی نباید باشه، در صورت خانواده‌ای هستن که بسیار بسیار کنترل کننده هستن و واقعا آنچنان تأثیر منفی روی بچه‌هاشو میذارن. جشن تولد هر کسی نمیتونن برن، در بازی ها اسپورت اکتیویتی ها نمیتونن شرکت کنن و حالا خیلی جای دیگه نمیرم، برای که میدونم که بحث امروزمون نمیشه، بذاریم برای هفته بعد. ولی به طور کلی شما فکر بکنید که چقدر این افراد اپورتونیتی در زندگیشون از دست میدن، چقدر وارد مریج هایی میشن که اصلا براشون مریج سالمی نیست و یک کسی رو انتخاب میکنن که کمک بهشون میکنه که حتی در اون حالت بیشتر بمونن. و اینکه کسی که میاد با یه همچین شخصی ازدواج میکنه میخواد که همسرش آدم اجتماعی نباشه، که خودش کنترل کننده باشه. و اینا از لحاظ ایموشنالی همیشه در یک ترس و استراب خاصی زندگی میکنن. اصلا این یکی از ویژگی های این به اصطلاح اون انکشس و فیرفول کاراکتریستیک کلاسترسی هست. و این ترسی که دارن، این خجالتی که دارن، نمیذارتشون که از این مسئله رهایی پیدا بکنن. البته خودشون نمیتونن رهایی پیدا کنن، ولی وقتی خب کمک بگیرن مسلما به مرور زمان به این مسئله پی میبرن. و در نتیجه آدمای خوشحالی نیستن، آدمای مضطربیان، آدمایین که همیشه میتونن پیش خودشون بگن اینم قسمت من بود و تو سر خودشون بزنن و شکایت بکنن و همه رو میان سرزنش میکنن، جز این که ببینن که خودشون این باور رو برای خودشون نگه داشتن. این باور شاید بهشون داده بشه، ولی همیشه من چیزی که میگم در کار تراپی میگم امروز خودت نگه دارنده این باور هستی. ما قرار نیست با اون الگوی بچگیمون زندگی بکنیم. ما یه الگو داشتیم، باش بزرگ شدیم، ولی حالا که خودمون به اصطلاح ادات زندگی خودمون هستیم، باید دید که چرا اون الگو رو هنوز نگهش داشتیم. و وقتی که میاد به اختلال شخصیتی، این مسئله خیلی چلنجینگ تر هست که یک شخص بخواد اون عادتها، اون باورها، اون طرز فکر رو بذاره کنار. ولی خب به هر حال همیشه راهی هست برای همه چیز. خانم دکتر سفیده، بفرمایید ببینیم که چی به نظرت میرسه که باقی مونده باشه. بفرمایید. همونطور که خانم دکتر فرمودن، اینا دقیقا یه الگوی فراگیری دارن از
دقیقا احساس ناکافی بودن و ترس از اینکه بخوان توی جمع باشن و ترس از اینکه مورد انتقاد قرار بگیرن. اینها واقعا به خاطر اینکه انقدر میترسن، همونطور که خانم دکتر گفتن، انقدر میترسن مورد انتقاد قرار بگیرن، انقدر میترسن که ناکافی باشن که از جمع دوری میکنن. اونطور یک چیزی که اینجا شاید بد نباشه اشاره کنیم، این دوری از جمع اینا با اون اختلال اسکیزوئیدی که قبلا راجبش صحبت کردیم یه تفاوت عمده داره. وقتی که راجب اختلال شخصیت اسکیزوئید صحبت میکردیم، میگفتیم که اونا هم دوست دارن فعالیت فردی داشته باشن، دوست دارن کارشون ریموت باشه، فردی زندگی کنن، ولی اونا علت پشت این که اونا دوست دارن فردی زندگی کنن با اختلال شخصیت اجتماع‌گریز خیلی متفاوته. اونا واقعا از ارتباط با دیگران لذت نمیبرن، ولی کسی که شخصیت اجتماع‌گریز یا اوایدنت داره دوست داره با دیگران ارتباط برقرار کنه، ولی به خاطر اینکه میترسه کم باشه تو نظر بقیه، میترسه مورد انتقاد قرار بگیره، میترسه پذیرفته نشه، به خاطر این دوری میکنه. و در واقع خب همونطور که خانم دکترم اشاره کردن، واقعا خیلی از موقعیت ها و فرصت ها رو از دست میدن. خیلی وقتا اگه بخوان مثلا یه فعالیت جدیدی شروع کنن اصلا شروع نمیکنن، به خاطر اینکه میترسن که از پسش بر نیان و در واقع ریسک این کار رو نمیپذیرن. و حتی وقتی که در واقع میخوان با پارتنرشون وارد رابطه جنسی بشن، حتی براشون خیلی سخت است، چون میترسن که ناکافی نباشن، مورد انتقاد قرار نگیرن، در صورتی که اگر که بدونن مطمئن باشن که قرار مورد قبول واقع میشن، اون ترس رو دیگه ندارن و هیچ مشکلی تو رابطه جنسیشون ندارن. و وقتی که مثلا صحبت از اینم میکنیم که دوست ندارن با دیگران فعالیت داشته باشن، میترسن، اگر حتی بدونن اون جمعیه که دوستش داره و از قبل میدونه که اینا کلن پذیرفتنش، میشناسنش، دوستش دارن، اون موقع حاضر بره با اون جمع فعالیتش رو نشون بده. وگرنه واقعا خیلی براش سخته و اگه توی موقعیتی قرار بگیره که باید وارد یه جمع جدید بشه و مجبور بشه که دقیقاً در شرکت کنه، واقعا تحت استرس و اضطراب شدیدی قرار میگیره و ترجیح میده توی اون جمع یه حالت نامرئی داشته باشه، هیچ کس بهش توجه نکنه و حرفی هم داشته باشه نمیزنه، از ترس اینکه میترسه این حرف درستی نباشه و مثلا مورد انتقاد قرار بگیره. این تیپ افراد هیچ وقت نمیتونن سخنگوی خوبی باشن، نمیتونن میکاره بیان، اصلا نمیتونن وارد اون مرحله بشن متاسفانه، و خیلی خیلی فرصت ها رو متاسفانه دست میدم. درسته، بله. خب یعنی مجموعه صحبت هایی که اشاره فرمودید خیلی ارتباط پیدا بقیه شما نمی کنه به حقارتی که در وجود این افراد نهادینه شده، مسئله خودکمنگاری خیلی شدید، ترس از این که مورد ارزیابی قرار بگیرن، ترس از اینه که، و به همین واسطه است که اگر فرض بر این باشه، ببینید واقعا این افراد چقدر اشکال خواهند داشت در ارتباطات عاطفی، چقدر مشکل براشون چه نوع شغلی پیدا بکنن. البته آدمایی که در گذشته میشناختن یا دوست داشتن مثلا باشون برن معاشرت بکنن، ولی پیدا کردن دوست تازه براشون بی نهایت دشوار خواهد بود. و این البته نکته ای هست که در این مسئله یه همچین فردی، حالا فرض بکنی که بخواد بری ریسک بکنی یه کاری رو انجام بده، ببین تمام بازدارنده، ما هر عملی که انجام میخواییم ببینیم تو این دنیا به نحوی با جامعه در ارتباط هستیم، به نحوی یک سوی قضیه مسئله جامعه هست و اینا. هنوز هست البته مطالب دیگری که میتونه در ارتباط با این قضیه باشه، که به قول معروف مسئله افتاد من کاغذ شود، ولی صحبت این است که بذار یه جنبنده کوچولو بکنم ببینم که ما چه کردیم. ما اومدیم اینجا با کمک هم خانم دکتر سفیده و هم خانم دکتر رشیدیان، تونستیم یک بخش مهم
شخصیت آدمی که در ارتباط با مود، خلق و خوی و به طور کلی چیزهایی که مربوط میشه به حال، حالتهایی که فرد داره که باش هست. یکی اینه اومدیم بررسی کردیم جنبه های مختلف داشت، به یکی دیگه هم اومدیم راجب چی بررسی کردیم؟ راجب تشویش و استراب و دلهوره و ناراحتی اینا که طبقه بندی هاش اومدیم اینجا گفتیم، و اومدیم راجب قسمت کار راجب وسواس صحبت کردیم که جمعیت جمع کل ماجرا بوده. خب در هفته آینده ما برنامه روانشناسی روشنگری، روشنگری در مورد روابط جسمانی انسان با انسان که به هیچ وجه جدا از رابطه عاطفی انسان با انسان نیست. یعنی حالا شما یه تعداد شخصیت های متفاوت اینجا هستن و اینا قراره که در رابطه با دیگری باشن. ببینید قراره که حالا این آدمی که اینقدر avoidant هست، اینقدر جامعه گور از مردم گریز داره، قراره که مثلا بخواد بره ازدواج بکنه، قراره که حتی رابطه جنسی داشته باشه. ببینید اینا همه اینا صحبته. در هر حال ما به پایان وقتمون رسیدیم و اولا از شما خیلی خیلی ممنونم، خانم دکتر رشیدیان، خانم دکتر سپیده، و سپاسگزار همیشگی از آقای امیر شهرتی که من میشینم روزای اینجا، روزای پنجشنبه میگه وصل نیست تلفنت، میگم آقا جون وصل بالا شما منو بگیر وصل میشه. در هر حال انشالله که شاد و خرم و تندرست باشید همه، روز و روزگار خوش، و تا هفته آینده شاید بتونیم خبرهای خوشتر و بهتری بدیم بهتون. روز روزگارتون خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار.